امروز هم موضوع دیسک کمر را که برمیگرده به بخش ارتوپدی انتخاب کردیم. شاید شما تعداد از افراد را دیده باشین یا هم خودتان گاهی اوقات دچار دردهای کمر شده باشین. اما اینکه آیا ما میتونیم هر درد کمر را دیسک کمر بگوییم یا خیر، و اینکه چراهایی را دکتر صاحب توصیه خواهد کردن تا اینکه ما در زندگی روزمره خود رعایت بکنیم تا از مصاب شدن به دیسک کمر بتونیم خود را پیشگیری و وقایع بکنیم، اینا موارد هستند که امروز میخواییم در این بخش صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم حارث عارف، متخصص امراض ارتوپدی و تروماتولوژی. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام دکتر صاحب رستم جان، بخودت به همکارای عزیزت، به بیننده عزیزت، ما انشاءالله در خدمت هستم بتانیم یک معلومات خوب و از اونای رنگ. تشکر، ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما امروز در صفحه زندگی داریم با یکی از موضوعات جالبه که برمیگرده به بخش ارتوپدی. تعداد زیاد از افراد فکر میکنن وقتی که کمرشان درد بگیره یا هم بعضن کارهای ثقیلی را انجام بدن که نیاز به برداشتن وزن زیاد داشته باشه، وقتی که یک کم درد هم برشان ایجاد میشه اونا فکر میکنن که دیسک کمر شدن. اما اینکه در حقیقت دیسک کمر چی است، چه تعریف داره، میخوایم از شما بشنوید. خب خود کمر دردی که درد پیدا میشه، هر درد کمر دیسک کمر نیست، خودتون پیشتر اشاره کردی. کمر دردی از باب بسیار زیاده داره، ما میخوایم به چند دانش اشاره کنم. در اینجا پاره شدن عضلات خود اطراف مورای کمر میتونه باعث درد کمر شود. بله. سنگایی که در خود گرده وجود داره و باعث بندش ادرار میشه و میتونن باعث درد کمر شوه. حتی تکلیف های میده، مشکلات میده، زخم های میده میتونه باعث درد های کمر شوه. در پیش مرد ها درد های پروستات، یعنی بزرگ شدن پروستات میتونه باعث درد های کمر شوه. التهابات مثانه و تمام طرق بولی میتونه باعث درد های کمر شوه. یک آسیب مستقیم بالای خود ناحیه کمر میتونه باعث درد های کمر شوه. دیسک کمر خودش میتونه باعث درد های کمر شوه. و از باب دیگه و ما مشخصا بس ما بالای دیسک کمر است. خود بدن ما 23 دانه دیسک داره. بله. در مورای کمر از دسک بالا به پایین. خود دیسک ساختمان نرم از فیبروزی است یا فیبروزی غضروفی است که 3-4 وظیفه عمده در بدن ما اجرا میکنه. از جمله شاک وردار است، یعنی با وقتی که یک ما استاد میشیم امو قدرت و فشار که بالاش میه ای برداشت میکنه. در خود قد رول داره. با مو خاطر است که میگن صبح اگه قدت باشه 170 سانتی متر دیگر قدت میشه، یعنی نا وقت روز بعد از جریان کارا استرس های روزمره در حدود 3 سانتی متر کوتاه‌تر میشه. ای به این خاطر است که در خود ترکیب دیسک یک مقدار زیاد آب است و در جریان روز هم آب از دیسک میتا دیسک تا ای که دوباره استراحت داده میشه و باز دوباره چیز میکنه میگیره، آب خود جذب میکنه از طریق عملی دیفیوژن، خود نمی پخش میشه، یعنی نمی مقدار. پس دکتر صاحب حالت نرمال است نزد حالت هر کس است. یعنی قد هر کس از طرف صبح اگر اندازه گیری بکنه شاید 3 سانتی بلندتر باشه نسبت به حالت که از طرف شام اندازه گیری. بله بیخی نرمال است، در پیشم اگه قابل تشویش نیست. دیگه از خود دیسک از دو قسمت ساخته شده، یک قسمتش از زیادترش بیشتر از 90% از مایع است که قسمت مرکزی دیسک است و اطراف از او یک ساختمان سخت دیگه فبروزی است که او را احاطه کرده مرکز زیره و در بین هر دو موره یک دیسک قرار گرفته و گفتم وظایفش که در خود تغذیه رول داره، در مساحت قد رول داره، در خود ستون فقرات در کل به خاطر محافظت نخای شوکی رول داره. تمام این وظایف است که یک دیسک انجام میده. بسیار خوب. دکتر صاحب، یک تعداد زیاد از افراد هستن وقتی که احساس درد میکنن یا هم نزد دکتر صاحب مراجعه میکنن میگن که خود دیسک کمر شدی یا به دیسک کمر مبتلا شدی. این جمله چی معنا را میده؟ خب هر زمانی که از سر یک ضربه یا از سر یک افتادن یا از سر پیشرفت سن خود دیسک میتونه بکفه که بر از او چوره کمر هم میگن. بله. میره بالای نخا و مو اعصاب که از نخا جدا شده که حرکات و حیثیت اطراف سفلی یا پاها و در گردن دستاویا را مربوطش میشه. اینمی ها
به می دیسک میره بالا از زمین فشار میره. باز پیش دکتر وقتی که مراجعه میکنن بعد از معاینات فیزیکی و اکس ری یا ام آر آی معاینات دیگه که انجام میدن، باز برای از اینا میگه تو دیسک هستی، یعنی به این معنی که دیسک از بین مورای کمرت برآمده و بالای عصب فشار آورده. اما حالا اگر دکتر صاحب بالای اسباب مشخص دیسک کمر صحبت بکنن که چی چیزهای سبب میشه که نزد یک فرد دیسک کمر ایجاد شود؟ خب به صورت عموم اسباب بسیار زیاد دارم، اما میخوایم به مهمتریناش اشاره کنم که از جمله خود حادثه استحالوی. حادثه استحالوی به این معنی که با پیشرفت سن امی ارتجایت را که در خود دیسک وجود داره ارتجایت خود از دست میده، یعنی پیر میشه دیسک کمر، پیر میشه، در نتیجه باعث پاره شدنش، باعث توته شدنش و باعث شیشتن دیسک میشه که خود از زی بالای نخا و بالای رشته های عصبی فشار میاره. بله. و باعث ایجاد امی حالت میشه. در پیش کسایی که کارهای میکنن که به صورت دوامدار به یک استرس مواجه هستن، یعنی کسایی که کارهای ثقیل میکنن در شهر و بازار و در خانه، خصوصا در پیش خانما که معمولا کارهای خانه را میکنن و بیشترین مریضای مورد دیسک کمر در کلینیک با تپشان تشخیص میشه، اینا میباشن که با وسایل خانه مثل تلویزیون و مثل سایر وسایل دیگر را میوردارن و بالاخره ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی بله و همین حالت در پیشان به وجود میاد. همچنان خود حملای متکرر، تعداد حمل بسیار رول داره که در نتیجه پوکی استخوان در پیش از یا با وجود میاد و بالاخره او سبب شیشتن میشه و یعنی فاصله خود موره کمر کم میشه و فشار بالای دیسکا زیاد میشه، در نتیجه میتونه در پیش از یا با وجود بیاد. کسایی که در ورزشکار هستن وزن زیاد میوردارن بدون از اینکه قبلا یک نرمش یک تمرین داشته باشن و خود از این باعث پاره شدن دیسک میشه که ورزشکارا هم یک بخش زیاد از مریضای دیسک کمر تشکیل میدن. یعنی در کل انمی دلایل را که ما براتون گفتم عمدترین و بیشترین دلایل است که باعث به وجود آمدن دیسک کمر میشه، در نتیجه اعراض علائم به وجود میاد. بسیار خوب دکتر صاحب، اما حال در رابطه با نشانه های دیسک کمر صحبت بکنین، اعراض و علائم مشخصش که کسی که دچار به دیسک کمر میشه مشخصا چی چیزهایی در وجودش دیده میشه و از چی چیزها بیشتر شکایت میکنه؟ خب یک چیزی را که فراموش ما نشه، بیشترین حادثه دیسک کمر در بین موره چهارم و پنجم کمر و پنجم اول سکروم میشه به وجود میاد و چون این ساعت بیشتر سایه خود کمر بیشتر به حرکات مواجه است و بیشتر موره از این متحرک است که در نتیجه خود اینمی سبب یعنی مساعد می سازه نمی موره را به دیسک کمر و اعراض علائم را که میتن درد در خود موساه است، یک درد به شکل گرفتگی از خود کمر شروع تا به شست پای با وجود می آید، مثل یگان کسایی که شنیده باشین میگه یک رگ کش است، یک رگ کش گرفته پای ما، خود از این یک نشان دهنده دیسک چهارم و پنجم است در پیش از یا. همچنان خود گزگزک میگن شکایت های مریضا رو بیشتر به مستلات خودشان میگم خواب بردگی، کرختی، گپا که در پایشان در پنجایشان پیدا میشه، در پشت پایشان پیدا میشه، در آنشان پیدا میشه، یا کلش نشان دهنده تحت فشار بودن خود عصب، عصب دیسک کمر از در پیششان. دکتر صاحب بعض اوقات که پای یک فرد مثلا قات میباشه یا جای به مدت چند دقیقه میششته باشه، بعضن هم احساس کرختی میکنه در قسمت پای خود یا هم حالت سوزنک سوزنک در پایش ایجاد میشه یا قرخت میشه، او حالت هم برمیگرده به دیسک کمر یا او یک موضوع کاملا جدا؟ یک موضوع کاملا جداست، فقط در موساهی که پای خود قات میکنن و امو عصب که به پایان میره و امو حسیت و حرکات به عهده داره امو جا تحت فشار قرار میگیره و در نتیجه یک نیروپاروکسیوم میگیم یا یک خوابوردگی عصبی در امو صاحب به وجود میه و امی حالت در پیشان رخ میده که گذرا است و به تداوی خاص ضرورت نداره، با بسیار زودی خودش به صورت بنفسی یا خود به خودی خوب میشه. بسیار خوب دکتر صاحب، راههای تشخیص دیسک کمر چگونه هست زمانی که مریض به شما مراجعه میکنن؟ کدام معاینات را مشخص از شما بهشان توصیه میکنین و چگونه میتونین که بیماری دیسک کمر را تشخیص بکنین؟ خب خود معاینات فیزیکی ما وقتی که مریض مراجعه میکنه به صورت با اولین گپ ما تاریخچه میگیریم، بعد از اون معاینات فیزیکی
بله. خود ازی برای ما کمک میکنه و برای ما راهنمایی میکنه که باید دیگه کدام معاینات انجام بدیم. معایناتی که در پیش از یوم میشه، معاینات متممه دیگه از اکسره شروع میکنیم، اگر در اکسره به تشخیص نهایی رسیدیم خوب، اگر نه که نشد بعد از سی تی اسکن، ام آر آی و حتی میلوگرافی نظر به ضرورت، و هر کدام از این که خوبتر تشخیص کنه برای ما و ما را به تشخیص برسانه امور انجام میتیم. بله دکتر صاحب، چی وقت یک مریض باید حتما نزد دکتر صاحب بخش ارتوپیدی مراجعه بکنن؟ زمانی که چی نوع درد را در کمر خود احساس کردن باید او را جدی بگیرن و حتما نزد دکتر صاحب مراجعه بکنن؟ خب اگر درد وجود نمیداشت بسیار مشکلات ما ناحل میمان و ناتشخیص میمان. درد خودش یک راهنمای بسیار خوب است در هر مشکلی که با وجود میه، و خصوصا زمانی که در کمر از اینا درد پیدا میشه و دلایل را که ما پیشتر گفتم که باعث به وجود آمدن دست که کمر میشه یا هم در پیش آن حتما یکیش وجود داره، باید هرچی عاجل به دکتر مراجعه کنن تا تشخیص صورت بگیره که نظر به زود تداوی های لازمه بر ازی توصیه شوه، حرکات لازمه برش توصیه شوه، یا حتی از حرکات که باعث افزایش مشکلات در پیششان میشه از او باید جلوگیری شوه که با خود مریض مفید واقع شد. خب دکتر صاحب، در این زمینه میخوایم توصیه شما را داشته باشه. خب پیشگیری از دسک کمر یک موضوع تقریبا ناممکن است، چون یکی از اسبابش پیشرفت سن است و پیشرفت سن جلوگیری نمیشه، پیر شدن خود دست جلوگیری نمیشه، ولی میتونیم با ورزش سن کاری خود افزایش بدیم. یعنی به این معنا که ما ورزش های دوامدار بکنیم، عضلات اطراف کمر خود قوی بسازیم و فشار بالای خود موره ها کم میشه، بالای دیسک فشار کم میشه، همچنان ما از بلند کردن وزنا بدون از اینکه قبلا نرمش داشته باشیم یا بدون از اینکه قبلا ما آماده باشیم جلوگیری بکنیم، و خصوصا کسایی که ورزش های رزمی میکنن اینا باید کمربند استفاده بکنن. بله. و کسای دیگه که در خطر است بیشتر پلیس ها، ترافیک ها، دکتر ها، خیاطا و کسایی که بیشتر کارهای استاده میکنند سر پا، هدف ما از دکترها دکترای جراز که زیاد زمان در عملیات ها میباشند، و باید کمربند استفاده کنند. کسایی که بیشتر استاد میباشند، مثلا استادای دانشگاه یا مکتب هم بیشتر استاد بله بله بله. هر آن کسی که بیشتر استاد میباشند در حقیقت سبب خستگی عضلی در پیشون میشه و تمام عضلات نمیتونه که با یعنی تمام این مدت عضلات فشار خودش برداره، به او خاطر خسته میشه عضلات و فشار بالای از اینا مورای کمر و در نتیجه بالای دیسک میه، و ورزش های دوامدار باید اینا بکنن بیشتر از همه تا از این حالت در پیششان جلوگیری شوه. ولی در کل بیشترین سبب دیسک کمر در پیش کهنسالا پیشرفت سن و پیری خود دیسک است که قابل جلوگیری نیست، اما کم کردن اعراض علائمش با ورزش امکان پذیر است. بسیار خوب دکتر صاحب، و حالا اگر کوتاه در رابطه با تداوی دیسک کمر بگوین که کدام شیوه های تداوی فعلا وجود داره، همیشه آیا باید عملیات صورت بگیره یا تداوی دارویی هم وجود داره؟ خب اول این مهم است که ما تعیین کنیم که دیسک کمر در کدام مرحله است، از جمله چهار مرحله را که وجود داره. بله. در پیشش و ای که ما چی وقت تشخیص میکنیم، ای که یک کسی که مصاب از این مشکل شده در کدام سن است و آیا دیگر فاکتورها در پیشش وجود داره نداره، و از روی از این ما میتونیم که نوعیت تداوی از این را تعیین کنیم. اما در کل در حالاتی که در پیش مریضا کرختی و بیهیسی دوامدار در پایایشان پیدا میشه، در اون صورت ما میگیم استتباب عملیات در پیش از این وجود داره که یا دیسک کشیده شوه یا دیسکای مصنوعی دیگه که با وجود آمده به جای از او گذاشته شوه، و زمانی که این مشکلات کرختی و بیسی در پیشان موجود نمی باشه با تداوی دوا و فیزیوتراپی ما میتونیم مشکلاتشان حل کنیم. بسیار تشکر دکتر صاحب محترم، زنده و سلامت باشین از اینکه امروز در صبح و زندگی بخش 15 دقیقه سلامتی تشریف آوردین و روی یکی از موضوعات بسیار جالب دیسک کمر که برمیگرده به بخش ارتوپیدی با ما و بیننده‌های عزیز معلوماتتون شریک ساختین. شما سلامت باشین، امیدوار هستم که یک برنامه خوب بوده باشه و بیننده و عزیز استفاده بکنه. تشکر، سلامت باشین. طبعا که برنامه خوب بود، ممنونتان، با امید همکاری بیشترتان در برنامه بعدی. سلام.